اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هدیه نثار ارواح طیبه معصومین علیهم السلام به ویژه وجود مقدس رسول گرامی اسلام و سبت اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام اجماعا صلواتی ختم فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همونطوری که مستحضرید شام رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام است. رحلت رسول گرامی اسلام بالاترین مصیبتی که در جهان خلقت رخ داد و یکی از جانگدازترین حوادثی که از پیدایش دین مبین اسلام تا به امروز برای مسلمان‌ها رخ داد بود. همه ی حوادث ناگواری که در جهان اسلام رخ داد، اون شکاف عظیمی که بین مسلمان‌ها پیدا شد، شهادت معصومین علیهم السلام و مشکلاتی که برای پیروان اهل بیت پیش آمد، همه به همه پس از رحلت وجود مقدس پیغمبر اسلام بود، از جمله شهادت معصومین علیهم السلام، شهادت امام حسن مجتبی و فردا شب هم که مصادف است با شهادت وجود مقدس و نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، موضوعی که میتواند محور بحث ما باشد در زمینه مناسبت هایی که امشب و فردا شب در این جلسات برقرار است و اینکه اونچه که برای پیروان اهل بیت برای معصومین رخ داد مسئله ولایت است. ولایت محور اون مشکلات و گرفتاری هایی است که پس از رحلت پیغمبر برای خط راستین اسلام پیغمبر و پیروان اهل بیت رخ داد. وقتی ما ملاحظه کنیم تاریخ خونبار تشیع از هنگام رحلت پیغمبر تا به امروز، همه اینها حول محور مسئله ولایت است. آری منشأ همه این حوادث اون ولایتی است که وجود مقدس پیغمبر اسلام نسب نمود و مسلمان ها پس از رحلت پیغمبر از اون تخطی نمودند و مسلمان ها نسبت به این مسئله تمرد و سرپیشی کردند، تخطی از ولایت رسول الله و معصومی علیهم السلام. در حقیقت بحث ولایتی بحث بسیار گسترده است. یکی از مباحث پایه‌ای و اصول و ارکان دین اسلام و مذهب تشیع مبحث ولایت. مبحث ولایت و موضوع ولایت از چند بعد زاویه قابل بررسی است. از بعد
فلسفی، از بعد عقاید و کلام، از بعد سیاسی دارای ابعاد مختلفی است. مبحث ولایتی که از بعد سیاسی مطرحه همون ولایت تشریعی است که در تقسیمات ولایت گفته میشه. ولایت بر دو قسم است، ولایت تکوینی و تشریعی. در ولایت تشریعی که بحث سیاسی اون مطرح میشه همون ولایت خداوند، پس از آن ولایت رسول خدا و ولایت ائمه طاهرین، و در زمان غیبت معصومین ولایت فقیه جامع الشرائط. بنابراین اون چه که امشب در این مجلس محترم بنده قصد دارم که به محضرتون تقدیم کنم، نگاه به مسئله ولایت از بعد و از زاویه مبحث کلامی و عقیدتی است، و این که یکی از مباحثی است که مربوط به اصول و ارکان دین مبین اسلام است. قرآن کریم در آیات متعددی اشاره به مسئله ولایت نموده. برای نمونه آیه کریمه که خداوند متعال می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، یا آیه دیگری که خداوند متعال می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و سایر آیاتی که تأکید بر مسئله ولایت دارد. ببینید عزیزان، بحثی که در مبحث کلام و عقاید در زمینه ولایت مطرح شده، اگر ما بخوایم مسئله ولایت را در یک جمله خلاصه کنیم، اگر بخوایم مسئله ولایت را در یک سطر بیان کنیم، ولایت یعنی اطاعت و تبعیت و پیروی از یک طرف و فرماندهی و رهبری از طرف دیگر. و اون چه که در قرآن کریم در لسان روایات به عنوان ولی و ولایت مطرح شده، لب و مغز و چکیده اون برمیگرده به اطاعت. ولایت یعنی تبعیت کامل و اطاعت محض. و خداوند متعال در قرآن کریم یا با همین لفظ ولایت اشاره به این مسئله نموده، تبعیت کامل، اطاعت محض، یا با الفاظ دیگه اشاره فرموده به مسئله ولایتی که از اصول دین به شمار میره. البته در بعضی از آیات کریمی قرآن خداوند متعال از پیروی و اطاعت و تبعیت با لفظ و به معنای عبادت تعبیر کرده. وقتی ما میگیم عبادت، نه عبادت به معنای اون چه که حالا مثلا در انگلیسی گفته میشه به معنای ورشیپ، یا این نمازهای یومیه است که ما در 24 ساعت به جا میاریم. عبادت از ریشه عبده است، یعنی اطاع. عبده یعنی اطاعت، تبعیت و پیروی کامل. عبده به این معنا آمده. ببینید در زیارتنامه رسول گرامی اسلام و زیارتنامه بقیه معصومین یه جمله است که معمولا مشترکه. ما خطاب میکنیم به معصوم، عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، ما بنده تو هستیم. در اینجا عبدک به معنای مطیع اوکه دارای مفهوم و معنای خاصی است. خود من مطیع تو هستم، پدر من مطیع توست. لذا عبده به معنای اطاعه، یعنی اطاعت و تبعیت و پیروی کامل. حالا برای نمونه ببینید، وجود مقدس پروردگار متعال در قرآن کریم در دو سوره، سوره اعراف و سوره شعرا، که این دو سوره در زمینه دعوت انبیا در طول تاریخ بر پیغمبر نازل شده، خداوند متعال در این دو سوره در آیات کریمه از این دو سوره از اطاعت و تبعیت کامل با لفظ عبودیت تعبیر می‌فرماید. در یک آیه کریمه از سوره اعراف و شعرا خداوند متعال می‌فرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله
ما لکم من اله غیره، تعبیر اعبد الله است. در آیه دیگر و الى ثمود اخاهم قال و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره. باز در آیه سومی دیگر دارد که خداوند متعال می فرماید و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره. در تمام این آیات اعبد الله به معنای اطیع الله، اعبد الله به همون معنای اطاعت و پیروی و تبعیت کامل است. اعبد الله ما لکم من اله غیره یعنی اطیع الله، اطاعت، تبعیت و پیروی کامل در این معنا متضمن است. و در حقیقت ولایت به معنای آن است که تبعیت و پیروی از یک طرف و فرماندهی و رهبریت از طرف دیگر. خب این فرماندهی که متمثل است در وجود مقدس رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام. بنابراین چکیده ولایت یعنی اطاعت، چکیده ولایت اطاعت محض و تبعیت کامل از اولیاء خدا، اولیاء خدایی که متمثل است در وجود مقدس رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام. من یه نمونه عرض کنم از معنا و مفهوم ولایت و اطاعت محضی که در معنای ولایت متضمنه. یکی از اصحاب وجود مقدس امام صادق علیه السلام شخصیتی است به نام ابن ابی یعفور. ابن ابی یعفور میگه یه روزی محضر مقدس امام صادق علیه السلام نشسته بودم، عرض کردم یا ابن رسول الله والله لو فلقت رمانة بنصفین. میوه در محضر مقدس امام صادق علیه السلام بود، یک اناری بود، عرض کردم که یا ابن رسول الله اگر این انار را به دو نصف تقسیم کنی، بعد فقلت هذا حرام و هذا حلال، بفرمایی که این نصفه این انار حلال است و اون نصفه دیگه اون حرام است، میگه عرض کردم قلت ان الذي قلت حلال لشهدت، گواهی میدم اون چه که گفتی که اون نصفه که گفتی حلال است حلاله و اون نصفه دیگر اون حرام است. دارد که در این روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام خطاب کرد به ابن ابی یعفور دو مرتبه رحمک الله. این نشون دهنده همون ولایتی است که انسانها به معنای تبعیت کامل و اطاعت محض به اون رسیدن. یا جریان اون گروهی که از خراسان آمدن محضر مقدس امام صادق که رحمتون مستحضرید، بعد دارد که عرض کردن که ابن رسول الله عده محبین داری، پیروان داری در خراسان و ما همه در رکاب تو هستیم. حضرت فرمود که این تنور رو قدری آتش درش بذارید، هیزم درست کنید آتشی، و بعد فرمود به این که از شما کی جرأت داره بره داخل این تنور بشینه؟ کسی جرأت نکرد بره. در همون زمین که از اصحاب امام صادق وارد شد، حضرت فرمود به این که وارد این تنور بشو، رفت در تنور گداخته از آتش، امام صادق در تنور را بست. مدتی گذشت، این خراسانی ها هم در دلشون یک شور هیجانی بود که الان این بنده خدا جزغاله شده. بعد از مدتی حضرت در تنور را برداشت و اون صحابه اصحاب امام صادق سالم و کامل از داخل تنور بیرون آمد. امام صادق فرمود به این اهل خراسان که چند نفر از پیروان ما این گونه هستند، چند نفر از این افراد شما مانند این آقا تبعیت کامل و اطاعت محض دارند. لذا مسئله ولایت یعنی تبعیت و اطاعت محض از ولی خداوند متعال و اون چه که در دستورات ما در زمینه ولایت، تبعیت از ولایت
در روایات، در احادیثی که در این زمینه بیان شده. ببینید از یک دیدگاه دیگر، سالکین الالله و اهل عرفان بر این دیدگاه هستن که نماز صحیح دارای ارکانیه. یکی از مهمترین ارکان نماز صحیح اخلاص در نیته. این دیدگاه اهل عرفانه. یعنی چه اخلاص در نیت؟ گفتن بیان کردن اخلاص در نیت یعنی تبعیت از اولیاء الله. اخلاص در نیت یعنی اقرار و اعتقاد و تبعیت از محمد و آل محمد. و این همون نکته ایست که سالکین الالله و اهل عرفان معتقدند که نماز صحیح متوقف است بر قبول داشتن ولایت و اقرار و اعتقاد به ولایت معصومین علیهم السلام. و قطعا این برگرفته از فرماجات خود معصومینه. یک کتابی است متعلق به مرحوم علامه طباطبایی به نام شیعه در اسلام. مرحوم علامه طباطبایی در اون کتاب در یک فرازی میفرماید به این که توحید بدون اعتقاد به امام و اعتراف به ولایت، این توحید در پیشگاه خداوند متعال قابل قبول نیست. و استدلال میکنه، میگه توحید یعنی اعتراف به ذات پروردگاری که دارای صفات حمیده است. یکی از صفات پروردگار متعال صفات حمیده است. توحید، شهادت به وحدانیت خداوند، یعنی اقرار و اعتراف به صفات حمیده پروردگار مثل قادر و عالم و غیر دیگر از این صفات. بعد مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید یکی از صفات حمیده که جزء توحید است، این دقت بفرمایید، یکی از صفات حمیده ذات پروردگاری که جزء توحید به شمار می آید، یعنی اینکه خداوند متعال دارای اولیایی است و بر انسانها فرض و لازم است که ولایت اون اولیاء خدا را تقبل و پذیرش داشته باشد. بعد در پایان فرمایش استدلال می کنه به حدیث امام رضا، حدیثی که امام رضا علیه السلام در شهر نیشابور برای پیروان اهل بیت بیان فرمود. حدیثی که معروف است به حدیث سلسله الذهب، زنجیره طلایی که حضرت این حدیث را از وجود مقدس پدرش، از جد بزرگوارش، از وجود مقدس علی علیه السلام تا میرسه به وجود مقدس پیغمبر و پیغمبر خدا هم از جبرائیل و جبرائیل هم از خداوند متعال این حدیث قدسی را برای بیان فرمود. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بیان توحیده. توحید اقرار، گواهی به وحدانیت خداوند، قلعه و دژ پروردگار متعالی است که هر کسی گواهی به توحید بده وارد این قلعه شده که به او آسیبی نمیرسه. این حدیث رو بیان فرمود که چند لحظه حضرت درنگ نمود، پس از آن فرمود به شرطها و انا من شروطها. فرمود امام رضا علیه السلام که قبول توحید پروردگار، قبول گواهی به وحدانیت خداوند یه شرطی داره، مطلقا کفایت نمی کنه صرف که انسان اقرار به توحید و یگانگی خداوند داشته باشه. فرمود به شرطها و انا من شروطها. شرط قبول توحید قبول ولایت است. شرط پذیرفتن گواهی به وحدانیت خداوند متعال قبول امامت و ولایت. لذا مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید به این که توحید بدون قبول ولایت و اعتقاد و اعتراف به ولایت توحیدی است که قابل قبول نخواهد بود. بنابراین اون چه که گفته میشه که یکی از دیدگاه‌ها دیدگاه عرفا و سالکین الالله است که نماز دارای ارکانی است، مهمترین اونها اخلاص در نیت، و مراد از اخلاص در نیت یعنی
اقرار و اعتراف به ولایت اولیای خداوند متعال. بدون اعتراف و اقرار به ولایت، این نماز در پیشگاه خداوند متعال مقبول نمی افتد. و این هم متخذ و برگرفته از فرمایشات معصومین است. چه روایات متعددی که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی اشاره میکنه که اصلا ولایت محور قبول اعمال انسانه، ولایت محور قبول عبادت های انسان است. من برای نمونه دو روایت رو یادداشت کردم که معذرتون عرض کنم که امام معصوم میفرماید بدون ولایت عبادت پذیرفته نخواهد. در یه روایتی مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی به سند صحیح از امام باقر علیه السلام نقل می‌فرماید که فرمود اما لو ان رجلا قام لیلو، اگر یه انسانی در تمام طول عمر خودش شب زنده‌داری داشته باشه، در طول شب تعبد و عبادت و مناجات به خداوند متعال و صام نهاره، هر روز ایام عمرش هم روزه بگیره و حج دهره تا به آخر عمر هر سال به زیارت حج خانه خدا بره و تصدق به جمیع ماله، تمام اموالش را هم در راه خدا انفاق کنه، اما ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی، اما معرفت و شناختی نسبت به ولی خداوند نداشته باشه، فتکون اعماله به دلالتی الی، که اعمال او، عبادات او، طاعات او به راه نمایی اون ولی خدا باشه، ما کان له علی الله حق فی ثوابه. این همه انسانی که تمام شبها زنده‌دار بوده، ایام روزه‌دار بوده، تمام سالها به حج رفته، انبارش رو صدقه کرده، اما فرمود به این که اگر یه ولی نداشته باشه که از او تبعیت کنه، معرفت و شناختی نسبت به ولی خدا نداشته باشه، هیچ حقی بر گردن خداوند متعال نخواهد داشت. نه فقط حقی به گردن خداوند ندارد، بلکه از اهل ایمان هم به شمار نمی آید. ولا کان من اهل ایمان، حتی مؤمن به او اطلاق نمیشه. در اون شبای اول عرض کردم که وقتی ما در روایات لفظ مؤمن تعبیر میشه در لسان معصومین، مؤمن یه معنای عام داره، کسی که شهادت وحدانیت خداوند بر زبان جاری کنه و اقرار به نبوت. اما معنای خاص مؤمن اون انسانی است که مضافاً بر گواهی و شهادت به وحدانیت خداوند و اقرار به رسالت پیغمبر، اقرار و اعتقاد به ولایت معصومین هم داشته باشه. این مؤمن به معنای خاص خودشه. لذا در این روایت امام باقر علیه السلام فرمود نه فقط به خاطر این تعبدها عباداتی که کرده هیچ گونه حقی از ثواب و مجازات و پاداش به گردن خداوند نداره، ولا کان من اهل ایمان، جز انسانهای مؤمن هم به شمار نمیاد. این روایت. روایت دیگر باز مرحوم کلینی در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام نقل می‌فرماید کل من دان الله عز وجل به عبادت یجهد فیها نفسه، کسی که در راه خدا عبادت و اطاعت و بندگی کنه به گونه‌ای که به خودش سختی بده در راه عبادت و بندگی خداوند، اما ولا امام له من الله، در تمام این مدتی که خودش به سختی و مشقت انداخته در راه طاعت و عبودیت و بندگی، اما امامی که برگزیده خدا باشه نداره، معرفت به اون نداره، فسعیه غیر مقبول. حضرت فرمود تمام تلاش او قابل قبول نخواهد بود. بعد روایت مفصله، بعد فرمود به این که نه فقط تلاش او قابل قبول نخواهد بود، و ان مات علی هذا الحال، اما این گونه باشه تا هنگام مرگش فرا برسه، تا آخر عمر معرفت و شناخت به امام نداشته باشه، تا به آخر عمر تبعیت و پیروی از ولی خدا و معصوم نداشته باشه، اطاعت و تبعیت از ولایت نداشته باشه، فرمود
مات میتت کفر و نفاق، در حال کفر و نفاق از دار دنیا میره. لذا اونچه که بیان شده نماز صحیح متوقف است بر قبول ولایت، عبادت صحیح متوقف است بر قبول ولایت، به این معناست که بدون ولایت، منهای ولایت، تعبد ما، عبادات ما قطعا مورد پذیرش پروردگار خداوند تعال نخواهد بود. البته حالا یه بحث حاشیه‌ای هم پیش میاد که یعنی این همه مسلمان ها در طول تاریخ این همه نماز و عبادت و ببینید، اگر واقعیت مطلب را بخواهید، در روایت ما داریم که فرقت ناجیه، روایت صحیح که در کتب عامه و خاصه شیعه و سنی نقل شده، در روز قیامت یک گروه اهل نجات هست. البته قوانین پروردگار یه تفسیری هم داره، اینهایی که مستظرف فکری بودن، اونهایی که حجت در دنیا در زمان عمرشون برشون تمام نشد، اونا مستثنا هستن. اما در این دوران ما، در این عصر زمان ما که کسی نیست در هر گوشه دنیا حجت بر او تمام شده. باز این مطلب خاطرم آمد عرض کنم، در سوره بینه خداوند متعال در آیه کریمه می‌فرماید اولائی که هم خیر البریه، یعنی اونها، اشاره است، اونها بهترین انسانهای روی زمین هستند. هنگامی که این آیه مبارکه بر وجود مقدس پیغمبر اسلام نازل شد، اجماعا صلوات خرد فرمید الله صلی اللہ محمد تعالی محمد. هنگامی که این آیه بر وجود مقدس پیغمبر نازل شد، در محضر اصحاب بودن، اصحاب در محضر پیغمبر بودند، پیغمبر خداوند متعال، پیغمبر خدا این آیه کریمه را طبق معمول بر اصحاب تلاوت نمودند که خداوند متعال در سوره بینه می فرماید اولئک که هم خیر البریه، اونها بهترین انسانهای روی زمین هستند. عرضند که یا رسول الله، اینا کیا هستند که اولئک که هم خیر البریه؟ کیا هستند که بهترین انسانهای روی زمین هستند؟ اینها کیا هستند که فرقت و ناجیه فی یوم القیامه، تنها گروه رستگار نجات یافته روز قیامت اون گروه هستند؟ این حدیث هم در منابع و مصادر اهل سنت نقل شده در ذیل تفسیر این آیه مبارکه که دارد عده اصحاب بودن، افرادی که مد نظرم هست و دلشون میخواست بیان که اینها کیا هستند، بهترین انسانهای روی زمین، دارد که مضمون حدیث اینه که وجود مقدس پیغمبر، اشاره کردن به وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، فرمود به این که او و پیروان او اولئک هم خیر البریه. بعد در یک مباحثی که در زمینه کلمه شیعه مطرح شده که آیا شیعه یک کلمه حادث و نویست پس از رحلت پیغمبر یا از قبل بوده، اتفاقا این حدیث متضمن همین کلمه است که پیغمبر اشاره میکنه که علی و شیعته هم خیر البریه، اونها بهترین انسانهای در روی زمین هست. بنابراین مسئله ولایت یه مسئله است که در روایات صحیح متعددی معصومین علیه السلام فرمودن که قبول عبادت منهای ولایت قابل پذیرش نیست. توحید و اقرار به رسالت پیغمبر منهای ولایت قطعا مطلبی است که مورد قبول خداوند متعال نخواهد بود. و پیغمبر اسلام از ابتدای بعثت به نبوت تا هنگام رحلت گرانقدرشون تلاش میکردن که این مسئله را در جامعه تثبیت کنند. ببینید، من یه چیزی الان خاطرم آمد، اون روزی که پیغمبر خدا در غار حرا جبرائیل بر او نازل شد و او را مبعوث به رسالت نمود، در کنار پیغمبر وجود مقدس
امیر المؤمنین و امام المتقین علی علیه السلام بود. خود این داره یه مفهومیه، مخصوصا هنگامی که پیغمبر خدا خطاب کرد به علی، یا علی انک تسمع ما اسمع، علی جان اون چه که من شنیدم تو هم میشنوی، و انک ترا ما ارا، اون چه که تو دیدی و میبینی من هم میبینم، الا انک لست بنبی، جز اینکه تو پیغمبر نیستی. خود وجود مقدس علی علیه السلام در کنار پیغمبر یه چیز و امر اتفاقی و این نبوده که بله پیش آمده باشه. همینطور خود این حضور علی علیه السلام در کنار پیغمبر هنگام مبعوث به رسالت داره مفهومیه که نبوت منهای امامت، نبوت منهای ولایت قطعا قابل قبول و پذیرش خداوند متعال نخواهد بود. و در طول تاریخ اسلام 13 سال که پیغمبر در مکه حضور داشتن، 10 سال در مدینه، در مواضع و مناسبت‌های مختلفی مسئله رسالت و ولایت رو حضرت مطرح کردن. حالا من به یه مورد اشاره کنم، موارد بسیار زیاده، اما یه موردی که مورد اتفاق دو گروه شیعه و سنی است و اون حدیث ثقلین، حدیث ثقلینی که به اتفاق شیعه و سنی از وجود مقدس پیغمبر اسلام نقل شده. حالا من اینا رو جمع کردم که پیغمبر اسلام به خاطر نگرانی هایی که پس از رحلتش داشت و اینکه پیش بینی میکرد پس از فوت خودش و رحلتش چه حوادث ناگواری رخ خواهد داد، پیغمبر خدا در جای جای دوران رسالت خودش به این مسئله اشاره نموده. حالا مسئله حدیث ثقلین در میان انبوهی از مدارک و منابعی که باز در بین شیعه و سنی مورد اتفاق قبوله، بنده این حدیث رو عرض کنم که اشاره به مسئله ولایت داره. با اون حدیث ثقلین و روز شمار تاریخ اون رو من ثبت کردم که اولین باری که پیغمبر خدا حدیث ثقلین رو بیان فرمود در سال 8 هجری بود، پس از فتح مکه، انگامی که حضرت به همراه اطرافیان به حنین رفتن، سپس به طائف و از طائف برگشتن. دارد که انگامی که از طائف برگشتن همون سال 8 هجری و فتح مکه، پیغمبر خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. قرآن بدون ولایت، قرآن بدون اهل بیت، این قرآن پذیره مورد پذیرش خدا نخواهد بود. تفسیر قرآن، تبیین آیات کریمه قرآن که برگرفته از ولایت باشه و امامت باشه و معصومین باشه، اون قرآن و اون تفسیر قابل قبول و پذیرش. این اولین مورد که حضرت در سال 8 هجری به آن فرمودن. در حجة الوداع آخرین سالی که حضرت به مکه مشرف شدند در حجۃ الوداع، حضرت در همون حج در روزهای متعدد اشاره به این حدیث نمودند. اولین بار در روز هفتم در مکه مکرمه اشاره کردند، بار دیگر در روز عرفه در نهم ذوالحجه دارد که حضرت اشاره به این حدیث نمود. من منابعش هم ثبت کردم در مسند احمد ابن حنبل، در کتاب صحیح ترمذی، صحیح نسائی و کتاب السواعق المحرقه که اینا مجموعاً از کتب منبع و مصدر احادیثی است که مورد قبول اهل سنت این حدیث رو نقل میکنه، از جابر بن عبدالله انصاری، از ابی سعید الخدری که میگه رأیت رسول الله، دیدم که پیغمبر گرامی اسلام در روز عرفه در صحرای عرفات بر روی شتر خود داره سخنرانی میفرماید. بعد در میان سخنرانی خودش حضرت اشاره کرد به این حدیث. حالا حدیث مفصله، بنده به خاطر محدوده زمان دیگه نمیخونم. یا دارد که در منا هنگامی که حضرت از صحرای عرفات به مشعر رفتن، در منا در اون ایامی در منا توقف داشتن، حضرت باز حدیث ثقلین رو در حضور مسلمانهایی که از اقصا نقاط دنیا و کشورهای اطراف برای زیارت حج خانه خدا آمده بودن حضرت بیان فرمود. بعد دارد که
در روز قدیم قبل از اینکه علی را به عنوان جانشینی معرفی کنه در مقدمه مباحث خودش در دارد که در منابع تاریخی پیغمبر خدا اشاره به حدیث ثقلین نمود و آخرین بار در اون آخرین ساعات عمر شریفش این آخرین باری بود که حضرت حدیث ثقلین را بیان فرمود. اون هم منابع اهل سنتی که اشاره به این مسئله دارند. یک کتابی است از کتاب معتبر اهل سنت به نام السواعق المحرقه. نویسنده این کتاب یک شخصیت دانشمند اهل سنتی است به نام ابن حجر عسقلانی. اتفاقا از میان اهل سنت از افراد معاند و نمیخوام تعبیر بدتر از این کنم نسبت به شیعه و اهل بیت و پیروان اهل بیت این آقای ابن حجر ایش این ویدیو های نسبت به شیعه و پیروان اهل بیت داره. خود این آقا من این حدیث رو از این منبع نقل میکنم. ابن حجر میگه به این که در روز شاید آخری که وجود مقدس پیغمبر اسلام پس از اون دیگه رحلت نمود میگه آمدم نقل میکنه از افرادی که این حدیث رو نقل کردن حجره پیغمبر مملو و از اصحاب بود. دیگه کم کم همه مطلع شدن که پیغمبر آخرین ساعات عمر شریفش رو سپری میکنه. میگه دیدم که حجره پیغمبر مملو و از اصحاب همه نشستن گرد بالین وجود مقدس پیغمبر. پیغمبر خدا این حدیث رو بیان فرمود. ببینید یه اضافه داره این حدیث نسبت به موارد دیگر. پیغمبر خدا فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خب تا اینجا همه این حواتیز نقل کردن. بعد ابن حجر در روایتش میگه ثم اخذ بید علی علیه السلام. بعد پیغمبر دست مبارک علی را گرفت فقال علی مع القرآن و القرآن مع علی. فرمود علی با قرآن است و قرآن با علی. لا یفترقان حتی یرد علیه الحوض. اگر در احادیث دیگری که نقل شده حضرت فرمود کتاب الله و عترتی اهل بیتی، در این حدیثی که ابن حجر نقل میکنه و آخرین باری است که پیغمبر به مسئله ثقلین و ولایت اشاره داره حضرت مصداق مشخص میکنه، دست علی رو میگیره میگه علی با قرآن است و قرآن با علی است و این دو از هم منفک و جدا نمیشوند تا روز قیامتی که با هم ملاقات کنیم. خب همه اینها درست اما شد آنچه که نباید بشود و پیشبینی خداوند متعال پس از رحلت پیغمبر گرامی اسلام متحقق شد. افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اشاره به اون گروهی است که پس از رحلت پیغمبر چهره عوض کردند و اون نیت‌های خبیثانه باطلی خودشون را پس از وفات مقدس پیغمبر اسلام آشکار نمودند. پیغمبر خدا در همون ایام لشکری تشکیل داده فرماندهی اسامه دستور فرمود که همه مسلمان‌ها ملحق به این ارتش بشن، به این لشکر بشن. خب یه عده‌ای تخلف کردند، یه عده‌ای تمرد کردند، یه عده‌ای اسیان کردند. همه اونها هم که اسیان کردند اسمشون مشخص در تاریخ، همه نوشتند، مورخین نوشتند، اهل حدیث نوشتند. کتابش به نام الامام و سیاسه. مؤلف این کتاب از شخصیت‌های اهل سنت به نام ابن قتیبه. ابن قتیبه جزئیات قضیه را نقل میکنه از مصادر معتبر اهل سنت و خود ابن قتیبه هم دیدگاهش مشخصه نسبت به شیعه و اهل بیت. و ببینید میگه به این که حضرت فرمود لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. لعنت خدا بر اون کسانی که از ارتش لشکر اسامه تخلف کنن. و یه تخلف کردن، تمرد کردن، اسیان کردن. بعد حضرت نگران بود و میدانست اون چه که پس از رحلتش پیش خواهد آمد. بعد دارد در همون منابع اهل سنت هم نقل میکنن که حضرت فرمود ایتیونی به دوات المقرطاس لأکتب لکم کتابا لن تضلوا تضلوا بعده. یه قلم و دوات بیارید که من یه نوشته بنویسم که پس از من گمراه نشوید، منحرف نشوید. حضرت
بر اثر شدت تب بیهوش شدند. خب بودن عده‌ای، بعضی ها بلند شدن که برن قلم و دوات و کاغذی بیارن که حضرت اون فرمایش رو بنویسه. دارد که اون نفر دومی مانع شد، جلو اونها رو گرفت. گفتن امر رسول الله، پیغمبر خدا. حالا این تعبیریه که خود اهل سنت نقل میکنن، میگن گفت به این که ان الرجل لیحجر نستجیر بالله، به خاطر شدت تبی که داره هذیان میگه. یا در بعضی عبارات دارد که غلب علیه الوجع. در هر صورت حضرت بار دوم به هوش آمد، دوباره باز دستور فرمود قلم و دواتی بیارید، و بار سوم وقتی به هوش آمد، عده‌ای در محضر خود پیغمبری که به هوش بود از کنه که یا رسول الله بریم قلم و دوات بیاریم، به این مضمون حضرت فرمود ابعد الذی قلتم، آیا بعد از اون چیزی که گفتید؟ میخواست حضرت به اونها بفهمونه که پیغمبر خدا حالت با هوش و بیهوشیش تفاوتی نمیکنه، زندگی و مرگش یکیه، در هر حال حضور داره. حضرت فرمود به این که ندیگه بعد دارد که نقل شده در همینجا وجود مقدس پیغمبر خدا حدیث ثقلین را بیان فرمود که به این رو بگردید ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر به اینها گرویدید، از اینها پیروی کردید، گمراه نخواهید شد. باز این عرض کنم که ابن حجر میگه به این که عده آمدن پس از رحلت پیغمبر، مدت زمان و چند سالی گذشت، آمدن از عمر سوال کردن و سألو عمر، این ابن حجر نقل میکنه در کتاب فتح الباری، نقل میکنه به این که سوال کردن که ای خلیفه دوم ماذا اراد ان یکتب النبی یوم الخمیس، اون روز پنجشنبه که پیغمبر دستور فرمود برید قلم و دوات بیارید چی میخواست بنویسه؟ بعد قال عمر، این این عبارت فتح الباری است که ابن حجر نقل میکنه، تعیین الخلیفه علی، عمر گفت به این که پیغمبر خدا میخواست در اون نوشته و نوشتار خودش علی را به صراحت و روشنی به عنوان وصی و جانشین و ولی پس از خودش معرفی کنه. اما پیش آمد آنچه که نگرانی های پیغمبر خدا بود، و لذا آنچه که در زمان امام حسن مجتبی هم رخ داد که منجر به قبول صلح شد، امام حسن صلح نکرد به خاطر ضعف ولایت در میان اصحاب و پیروان یا عدم قبول ولایت بعضن. این ضعف ولایتی که حضرت عده لشکر تعیین کرد، پسر عموی خودش عبیدالله ابن عباس را فرمانده کرد، شبانه به خاطر تطمیع معاویه رفت به سمت لشکر و بر لشکریان معاویه. صبح لشکر که از خواب بیدار شدن که به امامت فرماندهشون نماز بخونن، در این که خبری از فرمانده نیست. امام حسن یه بار در نفر دوم را تعیین کرد، اون را هم تطمیع شد، دیگه اصلا لشکر امام حسن بی انگیزه بود، و خود این بیمهری هایی که به امام حسن شد منجر به قبول صلح شد. امام حسن مصالحه نکرد، صلح نکرد، همونطوری که پدر گرانقدرش مجبور به حکمیت شد در جریان جنگ صفین. علی علیه السلام حکمیت رو قبول نداشت، اما خب یه عده نادان و جاهل پافشاری کردن که حکمیت رو قبول کنه، همون گونه که پدر گرانقدرش حکمیت رو قبول کرد و مجبور به حکمیت شد، امام حسن مجتبی هم مجبور به حکمیت شد و تبدیل شد به یک لشکر و پیروان بی انگیزه‌ای که دیگه اصلا انگیزه برای جنگ نداشتند، و کار به جایی رسید که در مدائن به خیمه و چادر امام حسن مجتبی حمله کردند، او رو زخمی کردند. بعد دارد بعضی که امام حسن مجتبی برگشت، یه تعبیری که واقعا من شرمم میاد تعبیر رو کنم، خود اصحاب امام حسن به وجود مقدس امام حسن نسبت دادن. خب همه اینها به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف ولایت، نداشتن معرفت و شناخت به ولایت. که گفتیم ولایت چیه؟ ولایت یعنی تبعیت و اطاعت محض. چکیده ولایت در یک جمله تبعیت و
پیروی کامل به اطاعت محض از یک طرف و فرماندهی از طرف دیگر. ولایتی که در کلمه اطاعت محض، همون روایتی که عرض کردم که ابن ابی یعفور گفت به مصادق که اگر بگویی این نصفه انار حلال است و این نصفه انار حرام، من تبعیت میکنم. خب و همه اینها به خاطرش این ضعف ولایت است. لذا ولایت در عقاید ما، در مباحث کلام، یه مبحث پایه‌ای و اصولی است، از اصول و ارکان دین به شمار میاد. تعبد و عبادت و اعمال ما هم به ولایت قطعا مورد قبول خداوند نخواهد بود. و همین ضعف ولایت منجر به مظلومیت امام حسن مجتبی شد که به دست همسرش مسموم به شهادت رسید. ضعف ولایتی که، مظلومیتی که حتی پس از مرگش جنازه و جسد او را تیرباران نمودند و نگذاشتند او را در کنار قبر جد بزرگوارش، وجود مقدس رسول گرامی اسلام، به خاک بسپارند. امشبم جهان اسلام عزادار مصیبت وجود مقدس رسول گرامی اسلام و سبت اکبرش امام حسن مجتبی است. از همین جا دلهاتون روانه مدینه و قبرستان بقیع کنیم و چند جمله عرض مصیبت. السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا سبت رسول الله. در این مصیبت از همه بیشتر بر فاطمه سخت گذشت. فاطمه ای که 5 ساله بود مادرش را از دست داد، دختری که برای پدرش دختری نموده، برای پدرش مادری نموده. تعبیر پیغمبر خداست، فرمود یا فاطمه ام ابیها، فاطمه ای که مادر پدر است، دارد هنگامی که وجود مقدس پیغمبر را به خاک سپردن، آمد کنار قبر پدر، عرض کرد بابا روز فاطمه شب شد، پدر خوشی فاطمه تمام شد، اما نگذاشتن آب غسل و کفن پیغمبر خوش شد. آمدن در خانه فاطمه را آتش زدن، سینی به صورت فاطمه زدن، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، که سزاوار فشار آن در و دیوار بود. فاطمه جان نبودی مدینه، هنگامی که خون از گلوی فرزند عزیزت حسن از تاب رفت و تش تلم کرد و ناله کرد، آن تش را به خون جگر باقی ناله کرد. دارد زینب کبری آمد کنار برادرش امام حسن. این زینب، این دختر مصیبت دیده که یه روزی پهلوی شکفته یه شکسته مادر رو دیده، یه روزی برق شکافته یه پدر، یه روزی هم پاره های جگر برادرش حسن، اما یه روزی هم آمد کنار جسد برادرش حسین، خطاب کرد یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، و این سیر دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیه یا